سلام، خوش آمدید. سرخط خبر ده. آغاز گفتگوهای سیاستگران و جوانان افغان با طالبان، شمار از اعضای احزاب سیاسی، جامعه مدنی، خبرنگاران، زنان و چهره های از حکومت امروز با طالبان در نشست در دوحه حضور یافتند. ما امیدوار هستم که ما بتانیم قدم های مشخصی برداریم که گفتگوهای رسمی میان افغان ها هرچی زودتر شروع بشود و خشونت در افغانستان کاهش پیدا کند. استقبال از گفتگوهای امروز در دوحه. ریاست جمهوری این گفتگوها را یک پیشرفت در روند صلح افغانستان دانسته. یک فرصت است برای افغان هایی که حضور دارند در این مجلس تا افکار و نظریات شان با طرف متقابل شریک بسازد. حمله انتحاری مرگبار در شهر غزنی همزمان با جدی شدن روند گفتگوهای سال. در این حمله نزدیک به 200 تن با بیشترین سهم غیر نظامیان کشته و یا هم زخمی شدند. در بین زخمی ها 35 نفر اطفال هستند، 6 نفر خانم و دیگرش هم مردان باشند و در بین کشته شدگان 3 نفر ملکی و 3 نفر نظامی هستند. و دومین گام ایران در کاهش تعهداتش در توافقنامه هسته‌ای. مشروع خبرها. شمار از اعضای احزاب سیاسی، جامعه مدنی، خبرنگاران، زنان و چهره های از حکومت امروز در دوحه رو در رو با طالبان نشستند. این نشست سوی وزارت خارجه قطر و آلمان تنظیم شده و برگزار کنندگان این نشست طرف های درگیر جنگ افغانستان را به صلح فراخواندند. نشست دوحه نشست گفتگوهای صلح نیست، اما برای نخستین بار چهره های حکومتی با طالبان رو در رو می نشینند. برگزار کنندگان این نشست میگویند که شرکت کنندگان از هیچ طرف نمایندگی نخواهند کرد، بل از نشانی خودشان به این نشست دعوت شدند. طالبان در این نشست گفتند که اگر جدول زمانبندی خروج نیروهای خارجی از افغانستان اعلام شود، طالبان به آغاز گفتگوهای رسمی آمادگی دارند. پس از ماها تلاش، نشست دوحه میان نمایندگان احزاب سیاسی، جامعه مدنی، چهره های حکومتی و طالبان برگزار شد. آلمان و قطر این نشست را تنظیم کردند. نماینده ویژه وزارت خارجه قطر بر پایان جنگ در افغانستان تاکید می‌ورزد. تمامی طرف ها باید در افغانستان و طرف های دخیل دیگر مسئولیت دارند که راه عقل و منطق را در پیش بگیرند و مصالح بزرگ ملی را بر منافع دیگر ترجیح دهند و برای رسیدن به مصالحه ملی و ایجاد حکومتی که بر بنیادهای دموکراسی و احترام به حقوق انسان، حاکمیت قانون، مبارزه با فساد و پشتیبانی از حقوق زنان و اقلیت ها استوار باشد کار کنند. این گفتگوها مهم هستند، اما بسنده نیستند. گفتگو باید به یک روند معنادار مذاکرات بینجامد. آینده افغانستان از بیرون تحمیل شده نمی تواند. تنها افغان ها می توانند که آیندهشان را تعیین کنند. زلمه خلیلزاد این نشست را آغاز خوب برای افغانستان می داند. مسئولیت کسایی که هستند ایست که از این چانس برای ختم جنگ استفاده کنند. شرکت کنندگان نشست دوحه میگویند که بر ادامه چنین نشست ها امیدوار هستند. کسی که در میز کنفرانس میشنه یا در میز مذاکرات میشنه باید صحبتایش هم باید مسالمت تمیز باشه، لهجهش هم باید لهجه صلح باشه. امیدوار هستیم که در آخر نشست در رابطه به آغاز رسمی مذاکرات بین الافغانی تصمیم گرفته شود. سخنگوی دفتر طالبان در دوحه نیز از برگزاری این نشست خوشبین است. نشست ها افغان را به هم نزدیک می سازد، برای صلح افغانستان، برای حل منازعه مشکل قضیه افغانستان شار سر و مسلم. حیاتی که از کابل آمده یک حیات متفاوت متنوع است. اینا را باید طالبان به واقعیت های جدید افغانستان هست. توقع ما بیشتر است که این گفتگو منجر به مذاکره رسمی شود. این نخستین بار است که شماری از مقام های حکومت در همچون نشست ها رو در رو با طالبان میشینند. ما امیدوار هستم که ما بتانیم قدم های مشخصی برداریم که گفتگوهای رسمی میان افغان ها هرچی زودتر
شروع بشود و خشونت در افغانستان کاهش پیدا کند. منابع از داخل این نشست میگن که امروز طالبان گفتند که اگر ایالات متحده آمریکا جدول زمانبندی خروج نیروهای آمریکایی را از افغانستان اعلان کنند، آنان آماده آغاز گفتگوهای رسمی هستند. پرویز شمال، تولو نیوز، دوحه. برای بحث بیشتر در این باره بانو فرهناز محمدزی از شرکت کنندگان نشست دوحه در برنامه با ما پیوسته. بانو محمدزی، وقتتان بخیر. مهمترین بحث هایی که در نشست امروز اتفاق افتیدن کدام ها هستند؟ زنده باشین، سلام علیکم. بحث ها همی بودن که خواهش ماهی بود که ما یک آتش بس داشته باشیم که این جنگ خاتمه بیافه و حداقل یک آتش بس در بین بیایه. مگر طالبان هیچ قبول نکردند، گفتند که فعلا نمیشه، گفتند یک قطعنامه باید اونا نوشته میکنن که ما افغانا هم رو باید امضا کنیم. و سر از این مسئله همیشه و کار میشه، چهار نفر از طرف ما شرکت کنندگان افغانایی که در دوحا آمده و چهار نفر هم از طرف طالبان با آقای خلیلزاد و با چند نفر دیگه، اونا یک جای نشست دارن که به طریق زمین نشست که اگر بتانیم ان شاء الله به یک صلح بپیوندیم، به یک آتش بسی در کشور انشالله رخ بیاید. درباره دیدگاه ها و درباره مسائل حاکم در گفتگوهای صلح و در افغانستان، اختلاف دیدگاه ها در چه حد هستند؟ بیشتر روی کدام مسائل هستند میان دو طرف؟ دیدگاه ها مختلفاتش هستند، مگر ما اینجا با یک انرژی صلح آمدیم. از هر دو طرف ما میبینیم که هست، اونا هم خواهش امیر دارن، ما از طرف طالبان میگم و یک پوزیتیو انرژی داریم، از طرف افغانا همچنان. مگر بعضی چیزهای هستن که سر از اون نمیتونن که یک سر یک خطی که با هم یک جا شویم، یک اتفاقی که باید بیاید در بین. مشکل اینم اینجا است که ما سر یک گپ نمیتونیم سر میصلح که آتش بس شوه و صلح در بین بیاید و گفتگوهای صلح دوام دار شوه، مشکلاتی هست. انشاءالله بعد از امی نشستم شب که 8 بجه شب بود که حال تقریبا اونا دقیقا در نشست هستن، خداست که بخیر یک خبر خوشی بیای بر ما. امروز غزنی گواه یک حمله مرگبار که بیشترین تلفات و آسیب کودکان دیدن بود. انرژی مثبت و یا هم پازیتیو انرژی که شما از او صحبت میکنین، در کجای برخورد طالبا با روند صلح دیده شده؟ و از اینکه حادثه که در غزنی بود واقعا خیلی حادثه است که انسان واقعا ما به اینجا به یک امید آمدیم که یک به یک خط صلح بپیوندیم با هم، یک اتفاق را مختلفات خود یک طرف بانیم، دیفرنس خود یک طرف بانیم، با هم یک جا شویم و بتانیم که سر یک خط بهیم. مگر هستن مشکلات های در جریان است، با حساب مسئله غزنی را که ما امروز میبینیم و گفتار از اینا را که اینجا میبینیم خیلی مشکل معلوم میشه. چرا که اینجا ما برای مسئله صلح شیشتیم، اونجا کشتار مردم و حالت مردم ما چقدر ما تلفات دادیم. تشکر بانو فرناز محمدزی از شرکت کنندگان نشست دوحه از حضورتان در برنامه با ما. ادامه خبرها، رئیس جمهوری گفتگوهای میان افغانان را در قطر در روند صلح افغانستان یک پیشرفت میداند. سخنگوی رئیس جمهور میگوید که این گفتگوها از بهره تبادل دیدگاه ها میان افغانان یک فرصت خوب است، اما بر گفتگوهای مستقیم میان حکومت افغانستان و طالبان تاکید میورزد. از سوی هم زلمه خلیلزاد فرستاده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان گفته که در هفتمین دور گفتگوها با طالبان پیشرفت‌های بسیار به میان آمدند، اما آنان هنوز هم به یک توافق نهایی دست نیافتند. همزمان با آغاز گفتگوهای میان افغانان به شمول اعضای جامعه مدنی، خبرنگاران، زنان و جوانان با طالبان در قطر، ریاست جمهوری این گفتگوها را فرصت از بهر تبادل دیدگاه‌ها میان افغانان می‌داند و این نشست را در روند صلح افغانستان یک پیشرفت می‌گوید. یک فرصت است برای افغان‌هایی که حضور دارند در این مجلس تا افکار و نظریاتشان با طرف متقابل شریک بسازند، تبادل نظر شود. طبعا ما از پیشرفتهایی که در 18 سال گذشته داشتیم موارد بسیار جدی است که از طرف افغانها با طرف مقابل شریک ساخته شود.
از سوی هم نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان در گفتگوی با تولو نیوز از پیشرفت‌ها در گفتگوها میان امریکا و طالبان سخن میگوید. ما در هر چهار موضوع پیشرفت کردیم، کار ختم نیست. امیدوار هستم که بتانیم هرچی زودتر از طرف نقطه نظر امریکا که با یک موافقه برسیم. با این همه شورای عالی سال از بحر به نتیجه رسیدن گفتگوهای سال بر گفتگوهای مستقیم میان حکومت افغانستان و طالبان تاکید می‌ورزد. زمینه را تسهیل و فراهم بکنه برای گفتگوهای مستقیم بین دو طرف، یعنی دولت افغانستان و طریق طالبان. که دلیسی راتلون که زمینه برابر رسید چه بلا روز بیا حکومت نمم وقت کنه. در حیات خود طول دی حکومت لورپوری چارواکی دی. ساده خبر خونه ده. قرار است که گفتگوهای میان افغانان در قطر برای دو روز ادامه یابند و به روز سه‌شنبه گفتگوها میان نمایندگان امریکا و نمایندگان طالبان اثر گرفته خواهند شد. سخنگوی دفتر طالبان در قطر گفته است که پس از رایزنی‌ها قرار است که توافقنامه سال با حضور شاهدان جهانی و رسانه‌ها اعلام شود. از سوی دیگر گلبدین حکمتیار از آنچه که مداخله خارجیان در گفتگوهای صلح میداند نگران است و میگوید که حکومت در گزینش کسانی که به دوحه رفتند هیچ صلاحیت نداشته و از آجندای نشست نیز آگاهی ندارد. گلبدین حکمتیار تاکید میورزد که تا کنون برای گفتگوهای صلح هیچ آجندای مشخص وجود ندارد. آقای حکمتیار انتخابات شفاف را یگانه راه قانونی بیرون رفت از بحران کنونی میداند. گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی از گفتگوها میان افغانان در دوحه به سختی انتقاد میکند و میگوید تا هنگامی که تصمیم گیری ها درباره صلح از سوی خود افغانان نباشد این گونه نشست ها به نتیجه نخواهند رسید. دی بین الافغانی دیالوگ به نامه افغانان بلل کیر. حکومت خبر نده، جمهور رئیس خبر نده، حکومت اعلامیه ورکی چی مولا تفصیلات خبر نده. در همین حال شورای عالی صلح میگوید که نشست دوحه امید تازه است که در روند به نتیجه رسیدن گفتگوهای صلح کمک خواهد کرد. ما به بسیار خوشبین هستیم. اگر رهبرای که علی امروز میگن که ما خوشبین از این نشست ها نیستیم، چند قبل هم همین رهبرا در پاکستان بودن، کدام رفته بودن، فکر نکنیم که کدام نتیجه به دوست آورده باشن. اینا هم رهبر حزب اسلامی نصب برچسب در شناسنامه ها را نیز فراهم ساختن زمینه تقلب در انتخابات می داند و می گوید که کمیسیون های انتخاباتی در تمامی روند انتخابات باید از فناوری ها کار بگیرند. انتخابات ریاست جمهوری شفاف و عادلانه باشد. در او مثل انتخابات پارلمانی تقلب صورت نگیرد. توسط کمیسیون انتخابات به شرطی که استقلالش تضمین شد. گلبدین حکمتیار میگوید که تصمیم حکومت و کمیسیون‌های انتخاباتی از بهر محروم ساختن مهاجران از رأی دادن در انتخابات ریاست جمهوری یک تصمیم سیاسی است. با این همه در حمله که با یک موتر بمب‌گذاری شده برای یکی از حوزه‌های امنیتی شهر غزنی انجام شد، 14 تن به شمول 8 نظامی جان باختند و بیشتر از 180 تن دیگر که بیشترشان غیر نظامیان هستند زخم برداشتند. بسیاری از زخمیان این رویداد که مسئولیت آن را طالبان پذیرفتند کودکان دانش آموز هستند. ریاست جمهوری این حمله را جنایت در برابر بشریت و گونه تناقض در رفتار طالبان می‌داند. این تصویرها که در شبکه‌های اجتماعی پخش شدند، نخستین لحظات پس از حمله صبح یکشنبه را در غزنی نشان می‌دهند. حمله در حوالی ساعت 8:30 صبح با یک موتر کوچک باربری پر از مواد منفجره انجام شد و آماج آن یکی از حوزه‌های امنیتی شهر غزنی گفته شده است. اینکه در کجا بودن، از کدام طریق داخل شهر شدن، دیگه او را ما تحقیقات می‌کنیم. بین زخمی‌ها 35 نفر اطفال هستند. متوفیشان 6 نفر خانم و دیگرشان مردمی باشند. و در بین کشته شدگان 3 نفر ملکی و 3 نفر نظامی هستند. در نزدیک محل رویداد یک مکتب دولتی و چند نهاد آموزشی خصوصی جا دارند که هم شماره بزرگی از دانش آموزان این نهادها و هم چند تن از آموزگاران آنها در این رویداد زخم برداشتند. دست هر قرآن کریم تلاوت مکه و شاگردان نصره ول
سپاری مخلص کرد و قرارت مرتبیل چین فجار روز. شاگردان پول زخمیان سو. 80% ساختمان مکتب کاملا از بین رفته، وسایلی که در مکتب موجود بود از بین رفته. به همین شکل 2 یا 3 باب مکتبی که در نزدیکی های محل رویداد قرار داشتن، اینا هم آسیب پذیر شدن. این یکی از خانه های آسیب دیده است که باشندگان آن در این رویداد زخم برداشتند. تمام خانه پاشیده، هیچ چیز برای ما نمونده. از خانه بخی یکی سرنخ، یک زخمی بچه هم است، یکی زن خانم شسک. در همین حال حکومت افغانستان با نکوهش این حمله کارنامه های اخیر طالبان را به پرسش می گیرد. تناقض است در اعمال و کردارشان. از یک طرف اونا و رهبرانشان در قطر روی موارد صلح صحبت میکنن، از طرف دیگه با تاسف دستشان به خون مردم بیگناه سرخ است. تحقیق میشه در هر واقعه، اگر افرادی با بهتری کرده باشه عمدن و دو ملوص باشه محکمه میشه و جزا را میبینه. در یک هفته اخیر این دومین حمله سنگین طالبان در کشور است. دوشنبه پیش جنگجویان این گروه در یک حمله انتحاری و مسلحانه در کابل ساختمان ریاست تدارکات وزارت دفاع ملی را آماج قرار دادند. در ادامه تا چند لحظه دیگر. بازداشت 2 تن از استادان دانشکده شرعیات دانشگاه کابل و اتهام همکاری با حراس افغانان. ادامه خبرها. شمار از سناتوران میگویند که در روزهای گذشته نیروهای امنیت ملی 2 تن از استادان دانشکده شرعیات دانشگاه کابل را که عالمان دین هستند و اتهام همکاری با حراس افغانان بازداشت کردند و باید علت بازداشت این استادان را روشن بسازند. از سوی دیگر رئیس دانشگاه کابل میگوید که امنیت ملی تا کنون علت بازداشت این استادان دانشکده شرعیات را روشن نساخته. در این میان گلالای نور صافی یکی دیگر از سناتوران بگوید که امنیت ملی صلاحیت دارد هر کس را که ضد منافع ملی گام بگذارد بازداشت کند. در حالی که امنیت ملی از بازداشت چندین تن از استادان دانشگاه کابل و نیز دانشجویان این دانشگاه به اتهام همکاری با گروه داعش سخن میزند، شماری از اعضای مجلس سنا خواهان روشن شدن چگونگی بازداشت استادان دانشگاه شرعیات کابل شدند. امنیت ملی بعض ارگانونو ته ورشي او نامنهاد کې وی چې ورته دغه سړی د داعش یا د پلانې شبکې لپاره کار کوي، دوی بدون د تحقیق ورزي د علما توهینې. اما گلالای نور صافی یکی دیگر از اعضای مجلس سنا از بازداشت این افراد از سوی امنیت ملی ستایش میکند. هر څوک چې دی کچېری د ملی منافع په خلاف خبری کوي، باید امنیت ملی هغه جدی ونیسي، که ملا وسی که بلا وسی هر څوک چې وسیږي. گفته های بانو صافی با واکنش شمار دیگری از سناتوران روبرو می شود. خواهرای ما که از در چوکات شریعت اسلامی صحبت های خود کردن و میکنن و در شورای ملی هم خواهرای ما در هر 2 اتاق و در چوکات صحبت میکنن، بنانی حرف شما بسیار حرف بیجا بوده است. امیدوار هستیم که شما معذرت بخواهید. کچیر تا دای چمولات سبلا زکزه مریض متوجه نه من حقت داده نو بیا لازمی ده چې خور بخنه مغواړي دغه استاد که بر حق وسی هغه د بیرته ازادیږي او که رښتیا محصلین تشویق کی داعش طرف ته ترغیب کی دا نه خو د دې نه څوک مذرت غواړي، هغه څوک چې دغې نه مذرت غواړي لاړ شي خپله د مذرت غواړي. با این هم امنیت ملی در خبرنامه میگوید که دانشجویان بازداشت شده اعتراف کردند که از سوی ظاهر داعی، محمد معروف، مبشر مسلمیار و ابو عبدالله متوکل استادان دانشگاه به گروه داعش تشویق و در عمله های حراس افغانانه شرکت کردند. بر بنیاد این خبرنامه دانشجویان بازداشت شده اعتراف کردند که در حمله های حراس افغانانه بر میدان هوایی حامد کرزی، حمله بر کلاب پهلوانی میوند در غرب کابل و نیز حمله بر موتر کاستر کارمندان کمیسیون اصلاحات اداری که چندین تن جان باختند و زخمی شدند دست داشتند. در ادامه دادن مدال قاضی وزیر محمد اکبر خان و خلیل صدیق رئیس پیشین بانک مرکزی.
پدر ادامه رئیس اداره اراضی بلخ میگوید که در دو سال پسین 80 هزار جریب زمین دولتی که غصب شده بودند پس گرفته شدند. و این میافزاید که برنامه پسگیری جایدادهای دولتی ادامه دارد و تمامی زمین های دولتی غصب شده پس گرفته خواهند شد. به گفته او بیش از 160 هزار جریب زمین دولتی در بلخ غصب شدند. دوره کاری خلیل صدیق همچون رئیس بانک مرکزی کشور با دریافت مدال غازی وزیر محمد اکبر خان پایان یافت. دادن مدال غازی وزیر محمد اکبر خان به رئیس پیشین بانک مرکزی با واکنش های گوناگون روبرو شده. اتحاد صرافان سرای شهزاده کارکردهای رئیس پیشین بانک مرکزی را مثبت ارزیابی می کند. اما یکی از اعضای مجلس نمایندگان و نیز یکی از آگاهان بخش بانکداری از وی از بهر کاهش بی پیشینی ارزش افغانی و متوقف شدن فعالیت های برخی از بانک های خصوصی انتقاد می کنند. خواهید دید. اشتراک میلیون ها تن از شهروندان یونان در انتخابات پارلمانی این کشور. ادامه خبرها. ایران دومین گام را در کاهش تعهداتش در توافقنامه هسته‌ای برداشت. مقام های ایرانی امروز اعلام کردند که این کشور محدودیت غنی‌سازی یورانیم را برمی‌دارد. از سوی هم نخست وزیر اسرائیل در واکنش به این کار ایران گفته که این کشور تعهداتش را در برابر شورای امنیت سازمان ملل متحد نقض کرده. ایران میگوید که این کشور سطح غنیسازی یورانیم را بلندتر از 3.67% آغاز خواهد کرد. ایران پیش از این به اتحادیه اروپا 60 روز مهلت داده بود که برای کاهش اثرهای تحریم‌های آمریکا بر ایران کاری بکند، وگرنه ایران برخی از تعهداتش را در توافقنامه هسته‌ای با غرب نادیده خواهد گرفت. نسبت به تعهد خودمون در میزان درصد و غلظت غنیسازی تجدید نظر کردیم و عدم پایبندی خودمون رو به این تعهد اعلام میکنیم. همزمان با این نخست وزیر اسرائیل میگوید که ایران با این کارش تعهداتی را که در شورای امنیت سازمان ملل متحد کرده بود زیر پا کرده است. ایران تنها به یک علت که آن هم ساختن بمب‌های هسته‌ای است، غنی سازی یورانیم را افزایش می‌دهد. از سوی هم شهروندان ایران از حکومت این کشور می‌خواهند که اختلاف‌ها را با آمریکا و کشورهای غربی از راه گفتگو از میان بردارد. بالاخره در مذاکره با بیشتر صحبت کنند که بلکه از این طریق بتونن، ولی مقابله به مصر بدون شک جواب نخواهد داد. و میلیون ها تن از شهروندان یونان امروز در انتخابات پارلمانی این کشور شرکت کردند. یونان در سالهای اخیر گواه بحران اقتصادی بوده و اکنون شهروندان این کشور انتظار دارند که حکومت آینده چالش های اقتصادی این کشور را از میان ببرد. ادامه خبرها را در تولو نیوز دنبال کنید. و در ادامه سرخط چند خبر بار دیگر. آغاز گفتگوهای سیاستگران و جوانان افغان با طالبان. شمار از اعضای احزاب سیاسی، جامعه مدنی، خبرنگاران، زنان و چهره های از حکومت امروز با طالبان در نشست در دوحه حضور یافتند. استقبال از گفتگوهای امروز در دوحه. ریاست جمهوری این گفتگوها را یک پیشرفت در روند صلح افغانستان دانسته. حمله انتحاری مرگبار در شهر غزنی همزمان با جدی شدن گفتگوهای صلح. در این حمله نزدیک به 200 تن خواب شدین سهم غیر نظامیان کشته و زخمی شد. و دومین گام ایران در کاهش تعهداتش در توافقنامه هسته‌ای.
ادامه خبرها. توزیع شناسنامه های برقی پس از کابل در هرات آغاز شده. مسئولان اداره ملی احصایی مرکزی کشور میگویند که قرار است این روند در شمار از ولایت های دیگر نیز به زودی آغاز شود. در همین حال مقام های محلی هرات میگویند که به علت کندی توزیع شناسنامه های برقی توزیع شناسنامه ها به باشندگان این ولایت سالها را در بر خواهد گرفت. برای نخستین بار روند توزیع شناسنامه های برقی در ولایت هرات آغاز شده است. قرار است روزانه بیش از 300 تن از باشندگان هرات و باشندگان سایر ولایت های حوزه غرب کشور از این مرکز شناسنامه به دست بیاورند. بعد از کابل اولین ولایت ولایت هرات است که مرکز توزیع تذکره الکترونیکی افتتاح می‌گردد. انشالله که این روند ادامه داره، با ولایت دیگه هم توسعه پیدا میکنه. ولایت بعدی ما انشالله ولایت ننگرهار است، اما به اساس نوبت بعد از کابل اولین مرکز در ولایت هرات افتتاح میشه. مقام های محلی هرات میگویند که با توجه به نفوس هرات، توزیع شناسنامه های برقی به تمام باشندگان این ولایت بیش از 5 سال زمان خواهد برد. روند توزیع تذکره کاغذی متوقف نمیشه، به علت از اینکه توزیع تذکره الکترونیکی زمانگیره و فکر میکنم که بیش از 5 سال هم دوام بکنه که تا تمام اهالی شریف ولایت هرات و یا حوزه غرب بتونن تذکره الکترونیکی عکس بکنن. باشندگان هرات از روند کند توزیع شناسنامه های برقی در این ولایت انتقاد میکنند و میگویند که در تمام حوزه غرب تنها یک مرکز توزیع شناسنامه بسیار ناچیز است. با توجه به نفوسی که در هرات یک مرکز کفایه نمیکنه و امیدوارم که گسترش بدن سایه مراکز خود. در هرات در ولایتی که بیشتر از 3 میلیون نفوس داره کفایت نمیکنه و این نیاز داره که مسئولین مراکز در ولایت گسترش بدن تا بتونن مردم با سهولت بهتر تذکره الکترونیکی دریافت کنند. بیش از یک سال می شود که روند توزیع شناسنامه های برقی در کابل آغاز شده است. مسئولان اداره ملی احصایی مرکزی کشور میگویند که تا اکنون بیش از 180 هزار تن از شهروندان کشور شناسنامه برقی به دست آوردند و تلاش ها برای تسریع این روند جریان دارند. شمار از نهادهای تحصیلات عالی دولتی و خصوصی از سوی وزارت تحصیلات عالی کشور گواهی نامه های اعتبار به دست آوردند. وزارت تحصیلات عالی میگوید که این گواهی نامه ها از بهره معیاری بودن این نهادها به آنها داده شدند. در همین حال رئیس دانشگاه کابل جایگاه نهادهای تحصیلات عالی کشور را در رده‌بندی های جهانی خوب نمی‌داند. وزارت تحصیلات عالی کشور برای برخی از دانشگاه هایی که گفته می شود زمینه خدمات بهتر و تدریس معیاری را به دانشجویان فراهم ساختند، گواهینامه های اعتبار می دهد. اعتبار دیگه به ایمانو است که اونا تانستن عد اقل میارات پوره کنن. یعنی به ایمانو که بسیار رای طولانی در پیش دارن که در آینده بالت کار بکنن. و هیچ پانتون را ما نمیتونیم در جان سراخ داشته باشیم که بگویم نیه 100% همه کارایش تکمیل است. در همین حال سرپرست وزارت تحصیلات عالی میگوید که برنامه دادن گواهی نامه های اعتبار به دانشگاه ها کمک میکند که افغانستان نهادهای تحصیلی معیاری داشته باشد. این پروسه یک ابزار بسیار خوبه برای مدیریت اکادمیک است. اگر شما میخواین که یک نهاد مدیریت کنین به شکل خوبتر و بهترش تا برسین به اهدافتان، تا برسین به ویژنتان و میشنتان به شکل خوبترش تطبیق بکنین، شما هیچ چاره ندارین بدون تطبیق پروسه کوالیتی اشورنس اند اکریدیتیشن یا تضمین کیفیت و اعتبار دهی. از سوی دیگر شماری از مسئولان دانشگاه ها که گواهی نامه های اعتبار را به دست آوردن میگویند که افغانستان در رده بندی دانشگاه های جهان در جایگاه مناسبی قرار ندارد. ما از لحاظ رنکینگ ها متاسفانه در موقعیت های خوب قرار نداریم. امروز هم پانتون های افغانستان در رنکینگ های بالاتر از 5000 هستند که رنکینگ های قابل قبول برای نهادهای اکادمیک افغانستان نیست، با توجه به عمری که دارن، با توجه به توانایی ها و ظرفیت های بالقوه که دارن، متاسفانه بنابر محدودیت ها، بنابر چالش ها، بنابر عوامل جنگ و عوامل بیرونی ما نتونستیم
متناسب با آنچه که عمر پانتون های ماست ما در او رنکینگ ها و در او درجات قرار بگیریم. کوشش کو چه من د نور پر مختلی پانتونون او سره د نور یو ادون سره د دغټول سره د خپل اړیکه نیک کو او د غول تجربه نه د غول لسرولنه نه د غول کارنامونه موږ په خپل هیواد کې د خپل هیواد شرایط سره برابر اقدام وکو او خپل نور پر مختګ هم وکو. در این برنامه به سه دانشگاه دولتی و سه دانشگاه خصوصی گواهی نامه های اعتبار توزیع شد. برنامه گواهی نامه اعتبار دانشگاه ها از 10 سال پیش در وزارت تحصیلات عالی آغاز شده است. در فرجام و پس از 4 دور انتخابات کرسی های دبیر و معاون دبیر مجلس نمایندگان، کریم عطل و عرفان الله عرفان توانستند همچون دبیر و معاون دبیر مجلس نمایندگان انتخاب شوند. در همین حال شماره از نمایندگان میگویند که روند انتخابات هیئت اداری مجلس بر بنیاد اصول وظایف داخلی مجلس مشکل زا بوده و سبب فساد شده. از سوی دیگر شماره از نمایندگان ادعا دارند که در انتخابات هیئت اداری به ویژه رئیس مجلس نمایندگان میلیون ها دلار هزینه شده. تا 10 روز دیگر نیم سال کاری شورای ملی به پایان می‌رسد. اما اعضای مجلس نمایندگان پس از گشایش دور 17 این مجلس تا کنون با مشکلات روبرو بودند. چون زمان داد پیداری حیات که استون زیبی اگم در ریاست پا سر بانده دیر استون زی پیدا شویبی اگه الحمدلله حل شویدی. یکی از اعضای مجلس نمایندگان که برای کرسی معاونیت مجلس نیز نامزد بود میگوید که برگزاری چند بار انتخابات برای گزینش هیئت اداری سبب شده است که این روند فساد زا باشد. سخت التیال دلکیگی چه من پا خپلو کورنه و دند و اصولو که تعدیلات راولو او پکی اصلاحات راولو سمختون پکی راولو چه ده هغه پا نتیجه که یو پروسه طولانی اونه وسیگی در زر نتیجه ورکی او بل پکی د فساد کچه صفر تراکوزه کوچ. د ما په نظر دا به خلق کې ډیر اندیښمن کړي بدیدی چې شاید د خورد بورت معاملی وي. کارگیری از رای سفید و رای باطل نیز از علتهای رفتن انتخابات برای گزینش دبیر و معاون دبیر مجلس نمایندگان به دور 4 گفته می شود. بنان از جمع کاندیدای ما هیچ کس 50 جمعیک به دست آورده نتونستند. در فرجام کریم عطل و عرفان الله عرفان پس از 4 دور انتخابات توانستند به کرسی دبیر و معاون دبیر مجلس نمایندگان را پیدا کنند. وزیر صحت عامه میگوید که از میان هر 100 زندانی که در زندان ها معاینه شدند 60 تن آنان به مواد مخدر معتاد هستند. وی میگوید که 1200 زندانی پیش از زندانی شدن در زندان پل چرخی معتاد بودند. منابع میگویند که دسترسی به مواد مخدر در زندان پل چرخی همانند بخش های دیگر کابل آسان است. اما این پرسش به میان آمده است که چه کسانی می توانند مواد مخدر را به این زندان به شدت محافظت شده ببرند. مرکز بستر درمان معتادان را در زندان پل چرخی گشایش می دهند. این شاید نشانه ای از گستردگی دامنه اعتیاد در افغانستان باشد. وزیر صحت عامه می گوید که 20% کل زندانیان در کشور به مواد مخدر معتاد هستند. در این معاینه که ما انجام می دهیم از 100 نفر در حدود 60 نفر ازید با یک نحوه یا ایست که چرس استفاده میکرده و یا تابلیتکا یا مواد مخدر. وزیر صحت همچنان میگوید که 1200 تن در این زندان پیش از این که زندانی شوند به مواد مخدر معتاد بودند. بردن مواد مخدر به داخل زندان پل چرخی کاری آسانی نیست. اما منابع میگویند که معتادان در این زندان به آسانی مواد مخدر به دست میآورند. رسیدن در داخل زندان پل چرخی کار دشوار است. حتی اگر از یک نهاد رسمی هم بخواهی در اینجا بیایی، این گونه زیر نظارت شدید پلیس قرار میگیری. وقتی ما در اینجا خواستیم که با معتادین گفتگو کنیم درباره این که چگونه به مواد مخدر دسترسی پیدا میکنن، پلیس مانع شد. اما پرسش کلان اینجاست که چگونه مواد مخدر و توسط کیهایی به اینجا آورده میشوند؟ مقام ها در وزارت امور داخله می گویند که کسانی را از بحر همکاری در انتقال مواد مخدر در زندان و نیز غفلت در وظیفه بازداشت کردند. وظیفه در سطح سربازی، در سطح پایین، اجیر بوده یا سرباز بوده یا ساتنمند بوده، در سطح بالا هیچ نداشتیم. بخیمات دسترسی مواد مخدر تا
آسان وی نو دمون تداوی نتایج مؤثر نداد. بر بنیاد آمارهای وزارت صحت عامه، افغانستان بیش از 3 میلیون معتاد دارد که شمار آنان سالانه 10% افزایش می‌یابند. قرار است تا دو ماه دیگر دو نیروگاه بزرگ برق خورشیدی دیگر در کندهار و کابل به بهره برداری سپرده شوند. شرکت برشنا میگوید که یک پروژه تولید برق خورشیدی دیگر با ظرفیت 10 میگاوات برق در کندهار آماده بهره برداری است و نیز کار برای تکمیل شدن پروژه 20 میگاوات برق خورشیدی در نغلو نیز شتابان و پیش می رود. در همین حال یک کارشناس نیروی برق خورشیدی با در نظر داشت فرصت های بزرگ تولید برق در کشور می گوید که حکومت باید از این فرصت ها خوب بهره برداری کند. پس از بهره برداری بزرگترین نیروگاه برق خورشیدی در کندهار با ظرفیت 30 میگاوات، قرار است که دو نیروگاه بزرگ خورشیدی دیگر یکی با ظرفیت 10 میگاوات در کندهار و دیگر با ظرفیت 20 میگاوات در نغلو به بهره برداری سپرده شوند. سخنگوی شرکت برشنا میگوید که بهره برداری از این نیروگاه ها زمینه ها را برای جریان برق دوامدار در شبکه های برق کندهار و کابل فراهم خواهد ساخت. نغلو د 16 میگاوات پاور پلانت دی د سولر همدار از د هرات یا برخه ده چې هغه پلان ورته شته چې هغه اعلان توسپل شي. در همین حال یک کارشناس برق خورشیدی در پایتخت کارگیری از فرصت‌های بزرگ تولید برق خورشیدی را در افغانستان برای فراهم شدن انرژی دوامدار و با ثبات در کشور مهم می‌داند. این افغانستان there's too much sun. در افغانستان آفتاب فراوان وجود دارد و این کشور فرصت‌های فراوان در بخش تولید نیروی برق دارد. از همین رو کارگیری از منابع گوناگون برای ثبات برق در افغانستان مهم است. تا کنون 4 پروژه بزرگ تولید برق خورشیدی در کشور عملی شده اند. این پروژه ها در بامیان با ظرفیت 1 مگاوات، در هرات با ظرفیت در حدود 2 مگاوات و در کندهار دو پروژه هر یک با ظرفیت 15 مگاوات به بهره برداری سپرده شده اند. رئیس اراضی ولایت بلخ میگوید که در 2 سال پسین 80,000 جریب زمین دولتی که غصب شده بودند پس گرفته شدند. وی میافزاید که برنامه پسگیری جایدادهای دولتی به اجرا گذاشته شده و تمامی زمین های دولتی غصب شده پس گرفته خواهند شد. وی میافزاید بیش از 160,000 جریب زمین دولتی در بلخ غصب شدند. با نیروهای تا بدندان مسلح آمدند تا بخشی از زمین‌های دولتی را که در دشت دوراهی حیرتان غصب شدن پس بگیرند. مقام‌های محلی بلخ می‌گویند که در این بخش از ولایت بلخ بیش از 60,000 جریب زمین دولتی غصب شدند. 1000 جریب زمین زیر به نام ایسای پلنگ میگه که نماینده مردم دولت آباد است، 30,000 خانوار و یک مقدار دیگه زیر یک تعداد به نام مختلف متشبثین است، اونا غصب کردن شه. اگر ارقام درست زیر 5000 جریب زمینش توسط مردم مالستان غصب شده که 100 قواله یا داره 50 جریبه که قرار سردادی شما حاصل کردیم از آدرس مجرای عدلی و قضایی و قبالایش به محکمه غصب زمین عملا روان کردیم تا در استقامت ابطال قبالای ازیا صورت بگیره از طریق محکم که قبالای ازیا ابطال شود. رئیس جمهور غنی فرمان صادر کرده است تا تمامی جایدادهای دولتی که غصب شده اند پس گرفته شود. اکنون بر بنیاد این فرمان هیئتی از نهادهای گوناگون دولتی در بلخ تشکیل شدند تا جایدادهای دولتی را که غصب شده اند شناسایی کنند. کسایی که این زمین ها را غصب کردند دست به معماری دیوار و یگان ساختمان های خطر زدند. ما آمدیم این را تخریب بکنیم و از تصرف غاصبین بکشیم و حکم رئیس جمهور را ما خودم مکلف میدانیم که او را تطبیق بکنیم. بر بنیاد اطلاعات رئیس زراعت، مالداری و آبیاری ولایت بلخ بیش از 50,000 جریب چراگاه ها نیز در این ولایت غصب شده اند که تلاش ها برای پسگیری آن ادامه دارد. خب به بهانه های مختلف که میان گاه قوتن می سازند، گاه یک خیمه می زنند، گاه بیوز از این که بگن که می بینند ساحه کاملا لچ هست می یعنی یک خانه را جور می کنند. افرادی هست که به تلاش استفاده جویی را می کنند ولی حکومت محلی اجازه چنین کاری را ندادن. غصب جایدادهای دولتی در بلخ به یک موزل کلان اجتماعی مبدل شده است. شمار هم بر این باورند که برنامه پسگیری جایدادهای دولتی عملی نخواهد شد.
پس از یک میان برنامه چند خبر ورزشی ببینید. خدا نگهدار. در این دیدار ملی پوشان الف کرکت بنگلادش در نوبت نخست توپزنی خود توانست با از دست دادن تمامی بازیکنانشان 253 دوش را انجام دهند که در بخش توپزنی برای ملی پوشان کرکت الف بنگلادش انعام الحق خوب درخشید و توانست 121 دوش را به سوی تیم خود انجام دهد. در مقابل در بخش توپ اندازی برای ملی پوشان الف کرکت افغانستان یمین احمدزی و قیس احمد خوب درخشیدند و هر کدام توانست 3-3 بازیکن حریف را از میدان بازی بیرون نماید. در مقابل کرکت بازان افغانستان بازی را در بخش توپزنی و در نوبت نخست خود خوب آغاز کردند و توانستند با از دست دادن تمامی بازیکنانشان 257 دوش را به سوی تیم خود انجام دهند که در بخش توپزنی برای ملی پوشان کشور قیس احمد خوب درخشید و توانست 49 دوش را به سوی تیم خود انجام دهد. حال کرکت بازان بنگلادش در نوبت دوم توپزنی خود بازی را آغاز کرده است و قرار است برای افغانستان هدف تعیین نماید. این در حال است که تیم ملی الف کرکت کشور یک دیدار 4 روزه و 5 دیدار 5 آوره دیگر را نیز با ملی پوشان الف کرکت بنگلادش انجام خواهند داد. دو تیم بازی را متعادل آغاز کردند و دقایق ابتدایی بدون اینکه موقعیت خاص روی دروازه خود ایجاد شد سپری شد، اما در دقیقه 12 بود که آرژانتان روی اولین موقعیت جدیش به گل رسید. روی یک ضربه خطا در میانی میدان بود که میسی با هوشمندی با یک پاس عمقی توپ را با پشت مدافعان حریف برای اگفرو فرستاد و او هم در موقعیت تک به تک کار را تمام کرد. انتظار آرژانتین برای رسیدن به گل دوم چندان طولانی نشد و این تیم در دقیقه 29 توانست اختلاف را به 2 گل افزایش بدهد. این بار روی پاس در عمق لوساسو بود که دیبالا با دروازه‌بان حریف تک به تک شد و با یک ضربه چیپ دقیق توپ را از روی بدن آریاس به قعر دروازه فرستاد. بعد از این گل بازی کمی به خشونت کشیده شد و بازیکنان خطاهای شدیدتر روی هم داشتند. در دقیقه 32 چیزی نمانده بود که آرژانتین به گل سوم برسد، اما ضربه اکروباتیک دیبالا از کنار دروازه به بیرون رفت. چند دقیقه بعد روی یک توپ نچندان جدی که از کنار زمین به بیرون رفت، میسی و گریمالد با هم درگیر شدند که داور در نهایت به هر دو بازیکن کارت سرخ نشان داد. دقایق پایانی نیمی اول تحت تاثیر این اتفاق بدون موقعیت خاص سپری شد و آرژانتین در این نیمه به برتری 2-0 رسید. نیمی دوم را دو تیم تهاجمی آغاز کردند و در دقیقه 59 چیلی صاحب یک ضربه پنالتی شد. خطای پاتیس لار روی خط محوطه جریمه باعث شد تا داور نقطه پنالتی را نشان بدهد. ویدال پشت ضربه ایستاد و با یک شوت محکم به وسط دروازه حساب کار را 2-1 کرد. تلاش بازیکنان دو تیم در دقایق پایانی هم ادامه پیدا کرد، اما در نهایت توپ دیگر از خط دروازه ها عبور نکرد و بازی با برتری 2-1 آرژانتین به پایان رسید. Entre las selecciones de Brasil y Perú. A Comebol para... سومین گرند اسلم سال 2019 روز گذشته با برگزاری دیدارهای باقی مانده از دور سوم پیگیری شد و راجر فدرر قهرمان 8 دورهی مسابقات با شکست لوکا پویی فرانسوی در دیدار نسبتا نزدیک راهی دور چهارم رقابت ها شد. او رقیبش را در 3 ست و با نتایج 7-6، 6-2 و 7-5 شکست داد و به دور بعد صعود کرد.
استاد سیوسی با پیروزی در این دیدار برای 17th بار به هفته دوم ومبلدون راه یافت و از رکورد مشترکش با جیم کارنر آمریکایی برد. تنس باز بازیلی همچنان با برد در دیدار روز قبل به رکورد قابل توجه دیگر دست یافت و به نخستین بازیکن تاریخ تبدیل شد که در بخش انفرادی رقابت‌های گرند اسلم با 350 پیروزی دست می‌یابد. فدرر در مرحله چهارم با ماتیو برتینی دیدار داشت. در دیدار مهم دیگر که در ورزشگاه مرکزی برگزار گردید، رافائل نادال نشان داد که انگیزه زیاد برای به دست آوردن دومین گرند اسلم متوالی خود دارد. تنس باز اهل مایورکا روز گذشته در مرحله سوم رقابت‌ها به راحتی و در 3 ست متوالی جو ولفرد فرانسوی را از پیشرو برداشت و برای نهمین بار به جمع 16 نفر برتر ومبلدون راه یابد. ماتادور با این پیروزی به 15th برد خود در گرند اسلم ومبلدون رسید و با تعداد پیروزی‌های بیورن بورگ ستاره سویدنی تنس برابری کرد. شرایط برای انتقال گریزمان به بارسلونا پیچیده شده و بیانیه دیروز باشگاه اتلتیکو مادرید شرایط را دشوار ساخته است. باشگاه اتلتیکو مادرید مذاکره بارسلونا با گریزمان در اواخر فصل را به احترامی به این تیم دانسته و از ستاره فرانسوی خود خواسته در تمرینات پیش فصل روخی بلانکوز شرکت کند. اتلتیکو اعلام کرده در این صورت بند آزادسازی گریزمان را فعال خواهد کرد. ولی موندو دیپورتیوو میگوید بارسا مبلغ این بند آزادسازی را خواهد پرداخت. اما نشریه مارکا امروز مدعی شد گریزمان به باشگاه اتلتیکو مادرید اطلاع داده علاقه به شرکت در تمرینات پیش فصل ندارد و از رفتار آنها ناامید شده است. البته مدیران اتلتیکو به گریزمان وعده دادند برای جدایی به وای کمک خواهد. این در حال است که مشکلات اتلتیکو مادرید با بارسلونا پا برجاست و مدیران این تیم قصد دارند از بارسلونا به علت مذاکره در وقت غیر قانونی شکایت کنند. گریزمان علاقه داشت با حالت دوستان از اتلتیکو مادرید جدا شود. اما حالا از مدیران این باشگاه خواسته زودتر شرایط انتقال او به بارسلونا را فراهم کنند. هفته ی آینده بند آزادسازی 120 میلیون یورویی فعال می شود. اما بارسا امیدوار است با مذاکره قادر به خرید ستاره فرانسوی باشد و اگر این اتفاق رخ نداد چاره جز پرداخت بند آزادسازی باقی نخواهد ماند. موندو دیپورتیوو در گزارش امروز خود میگوید انتقال گریزمان با پرداخت بند آزادسازی 120 میلیون یورویی او انجام خواهد شد. در این دیدار نخست بازی را در بخش توپزنی کرکت بازان سریلانکا آغاز کردند و توانستند در 50 اور بازی با از دست دادن 7 بازیکن 264 دوش را انجام دهند که در بخش توپزنی برای ملی پوشان کرکت سریلانکا میتیوس خوب درخشید و توانست 113 دوش را به سود تیم خود انجام دهد. در مقابل در بخش توپ اندازی برای ملی پوشان کرکت هند بومراه خوب درخشید و توانست 3 بازیکن حریف را از میدان بازی بیرون نماید. در مقابل کرکت بازان هند بازی را در بخش توپزنی خوب آغاز کردند و توانستند در آور 44 بازی با از دست دادن 3 بازیکن هدف داده شده حریف را برآورده سازد و برنده این دیدار شود که در بخش توپزنی برای ملی پوشان هند روهیت شرما و راهول خوب درخشیدند و هر کدام توانست 103 و 111 دوش را به سود تیم خود انجام دهند. در مقابل در بخش توپ اندازی برای ملی پوشان کرکت سریلانکا ملنگا خوب درخشید و توانست 1 بازیکن حریف را از میدان بازی بیرون نماید. در پایان این دیدار روهیت شرما از تیم ملی کرکت هند با درخشش در بخش توپزنی از سوی کادر فنی برگزاری رقابت‌ها لقب بهترین بازیکن میدان را به دست آورد.